سلام علی آشمی هستم کلاس من بی نهایت خوش تو توی قسمت میخوایم بریم سراغ حل معادله درجه دوم با استفاده از روش ریشه گیری بدون کوچکترین شکی بهترین روش یادگیری حل مثاله پس به جای اینکه واسط کلی داستان بگم بریم سوال حل کنیم تو دل سوال متوجه بشی حکایت از چه قراره آقا میخوام این چهار تا معادله رو با استفاده از روش ریشه گیری حل کنم در ضمن روش ریشه گیری خاصیت خاصی نداره میگن همون روش جذر تو کتاب دهم هم فقط اومده واسه اسم جدید گذاشته در واقع جذر بگیر از عبارت کل داستان همون ماجرای چیه جذر گرفتن یه اسم خاصی واسه طراحی کردم اسم ریشه گیری میخوام جذر بگیرم قبل از اینکه جذر بگیرم بیام سه رو تقسیم کنم به دو طرف پس x به توان دو برابر خواهد بود با 27 تقسیم بر سه که می شود نو اگه x به توان دو برابر با 9 باشه x من برابر با چی میشه دارم جز میگیرم مثبت و منفی است آفرین به خاطر خدا وقتی که داری جز میگیری علامت مثبت و منفی رو یادت نره بی نهایت بچه ها رو دیدم که وقتی جز میگیرن علامت مثبت منفی نمی نویسن دوست من 100 درصد غلط میشه هر وقت از عبارت جز گرفتی باید یه مثبت و منفی پشتش بنویسید در ضمن نکته مهم وقتی که جز میگیری اگر که توان شما زوج باشه مثبت و منفی می نویسی. اگر توانت فرد باشه مثبت و منفی در کار نیست اینجا رو ببین x به توان 3 به عنوان مثال اگر برابر با 8 باشه اون وقت x شما برابر خواهد بود با دو دیگه برابر با مثبت و منفی دو نمی شود پس اگر فرجت زوج بود از عبارت جز میگیری مثبت منفی می نویسی اگر فرجت فرد بود از عبارت جز میگیری همون علامتش رو می نویسی مثبت بود مثبت منفی بود منفی برای کلو x به علاوه 3 به توان دو برابر است با 16 میخوام ریشه های اینو حساب کنم بعد از عبارتم جذر بگیرم چون توان زوج داشتم بگم یه بار x به با علاوه 3 برابر میشود با مثبت 4 و یک بار هم x به علاوه 3 برابر خواهد بود با منهای 4 قبوله چون توان زوج داشتم یه بار باید مثبت بنویسم و یه بار منفی بنویسم حالا میخوام مثبت 3 رو بیارم سمت راست x من برابر خواهد بود با 4 منهای 3 یعنی سه و دوباره بیارم سمت راست ایکس من برابر خواهد بود با منهای چهار منهای سه یعنی منهای هفت پس یه x شد یک یه x شد منهای هفت چقدر خوبه روش ریشه گیری یا همون روش جز گرفتن معروف سوال بعدی x منهای سه به تابان دو برابر, برابر با پنج دوباره با جز بگیرم من که جز رو پنج رو نمیدونم چی میشه هر وقت جز رو ندونستی باید رادیکال واسش بنویسی پس در نتیجه یک بار x منهای سه برابر خواهد بود با رادیکال پنج یک بار هم x منهای سه برابر می شود با منهای رادیکال پنج حالا منهای سه ها رو باید بیارم سمت راست وقتی منهای سه بیاد سمت راست چی میشه؟ شه؟ آره برابر میشه با مثبت سه پس یک بار ایکس من برابر خواهد بود با رادیکال پنج به علاوه سه و یک بار دیگه x برابر می شود با منهای رادیکال پنج به علاوه سه. و اما گل سرسبد سالا این آیمن های دو به توان دو مساوی با صفر خیلی مهمه که حواست رو جمع کنی وقتی میگه آیمن های دو آیمن های هر چیزی به توان دو به توان سه به توان هزار به توان ده میلیون برابر با صفر این توان هیچ ارزشی نداره دوست من در حقیقت آیمن های دو مساوی با صفر بوده که جواب کرده صفر پس آ باید برابر با چند باشه؟ آ باید برابر با دو بشه باریکلا این مثال ببین x منهای سه به توان پنج برابر با صفر الان x برابر با چنده میگی آقا وقتی کل عبارت داخل پرانتز باشه به یه توانی برسه این توان هیچ ارزشی نداره در حقیقت x منهای سه مساوی با صفره توان پنج ارزشی نداره پس ریشه من برابر خواهد بود با مثبت سه تمام شد به همین راحتی روش ریشه گیری رو شما متوجه شدیم و اما سوال زیبا برای تو مجموع جواب های معادله x به علاوه دو به توان دو برابر است با 3x منهای یک به توان دو کدام است یعنی میخوام ریشه ها رو حساب کنی و بعد جمعشون رو حساب کنی بگی جمعش کدوم که اینا میشه حواست باشه که وقتی جز میگیری یه بار باید بنویسی x به علاوه دو برابر است با 3x منهای یک یه بارم هم بگی x برابر دو برابر است با پا منهای پرانتز 3x منهای یک یه بار با مثبت حل کنی و یه بار با منفی برای اینکه من بتونم جوابتو کنترل کنم حتما جواب مد نظر کامنت بذار در سایت تا بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم بی نهایت سپاس سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه خدا نگهدار